سلام، سلام به شما عزیزان، هر کجا که هستید، هر کجای ایران و جهان، و در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشستید. جمشید شالنگی هستم، از واشنگتن آفتابی همراه شما خواهم بود در ساعت پیش رو. در سالگرد بازگشت آذربایجان به ایران پس از یک سال، در سال 1325 فرقه دموکرات آذربایجان از این خطه از ایران پس رانده شد. فرقه ای که دست های آهنین مسکو حامی آن بود و در پی جنگ جهانی دوم و استفاده از ایران در شکست آلمان، نیروهای روس، برخی از نیروهای روس همچنان در ایران باقی ماندند، نیروهای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. پس از یک سال و پس از مذاکراتی که در مسکو قوام السلطنه، نخست وزیر وقت، با استالین، جوزف استالین، رهبر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی انجام داد، مذاکراتی که عنوانی این چنین در برخی از رسانه های اروپایی به ویژه در لندن یافت، قوام السلطنه استالین رو فریب داد. پس از چنین مذاکراتی نیروهای روس در حمایت خود از فرقه آذربایجان متزلزل شدند، عملا پایان دادند و این فرقه و این گروه فرو ریخت و رهبرانان به مسکو پناهنده شدند. سرنوشتی غم انگیز یافتند. تأسف انگیز است. بازمانده های آنها نه تنها در آذربایجان، در چنین شرایطی که ایران برخلاف ادعاهای رهبران جمهوری اسلامی باز پیکری ضعیف یافته است در محافظت از خود، نغمه های پیشوری ها رو آغاز کردند، معدودند و دامنه تواناییشان محدود. چشم داشت به حمایت دیگرانی دارند که چندان تمایلی به حمایت از آنان ندارند. ایران یک پارچه مانده و خواهد ماند. همه اقوام ایرانی از آذری‌های ارجمند و کردهای گرامی و سیستان و بلوچ‌های عزیز، ترکمن‌ها، عرب‌های ایران، تشکیل دهنده رنگین کمان ملت ایران، در این شرایط و هر شرایط دیگری نیز خواستار حفظ یکپارچگی ایران بوده و هستند و این تک صداهای کم نوار و پاسخی روشن در عمل داده و میدهند. بیترد سالها پس از بیرون راندن فرقه دموکرات و دستان آهنین اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از آذربایجان، خطه آذربایجان، اما ایران همان گونه که در برنامه پیشتر نیز گفتم، عملا توسط کسانی اداره می شود یا کنترل می شود و نه اداره، که اقداماتشان ویرانگر از اشغالگران بوده و هستند. در خبرهای امروز بود که کودکان معلول ایرانی رو در بیابانها رها می کنند تا طعمه گرگان و دیگر درندگان شوند. اعتقادی که حکومت دینی ایران رواج داده است. معلولان مرتبطان با شیطانند. این رو یک مسئول نهاد مربوط به معلولان در ایران گفته است.
کودکان معلول ایران رو رها میکنن در بیابانها تا وابستگان و فرزندان گردانندگان حکومت در آمریکا و اروپا در کاخهایی که با پول همین کودکان ساخته شده و خریداری شده زندگی کنند. نخست وزیر پیشین این حکومت میرحسین موسوی از دوران بازگشت، دوران طلایی امام و بازگشت به این دوران سخن گفته است. دوران طلایی امام بازگشتی ندارد، تا به امروز ادامه یافته است. گلوله هایی که بر پشت بام مدرسه علوی بر سینه امیران ارتش ایران شلیک شد، همچنان تنینشون در زیر آسمان ایران ادامه دارد، بر سینه بسیاری از جوانان ایرانی نشسته است. این ادامه دوران طلایی امام است، رها کردن کودکان معلول ایران، رها کردن معلولان جنگ، جانبازان جنگ، روانه کردن آنها در زندان. جانبازان جنگی که علیه عدالت، علیه بی‌عدالتی در جمهوری اسلامی سخن گفتند و خواستار عدالت شدند، حتی محروم شدند از داشتن داروها، داروهای مورد نیاز. مرتضوی ها در زندان هستند، جانبازان جنگی و بسیاری دیگر محروم از ابتدایی ترین امکانات میهنش. دوران طلایی امام بازگشتی ندارد، ادامه داشته است تا به امروز. اما نه فرقه دموکرات آذربایجان دوامی آورد و نه اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی. هیچ حکومتی با تکه بر گلوله و اسلحه و زندان و شکنجه و کشتار دوام نیافته است. حکومت مندرآوردی ولایت فقیه مستثنا از این قاعده تاریخی نبوده و نیست. تردیدی در این نیست که آنچه که جوانان ایرانی خواسته و میخواهند و در آبان ماه امسال فریاد زدند، در آینده به هیچ تردید در چند گام دیگر تحقق خواهد یافت. پویا بختیاری سخنگوی همه قربانیان بوده است، قربانیانی که سخن آنان در زیر آسمان ایران تا برقراری نظامی شایسته ملت ایران، مردم ایران، هم از آذری های ایران، هم از آذربایجانی ها، کرد ها، بلوچ ها، فارس ها، عرب های ایران، ترکمن ها، تالشی ها، بختیاری ها، لورها و همه تنین انداز خواهد بود و جاودان. همراه شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. مردم این فرصت رو از دست ندین، یک بار برای همیشه این رژیم تبهکار و فاسد رو که 40 ساله مردم کشور عزیز ایران رو بدبخت کرده برای یک بار از بین ببریم. منم پسر کسی هستم، میدونی اومدم اینجا جونم رو خطر گذاشتم، مادر و پدر و شما هم بچه هاتون رو بگیم بیان بیرون.
بینندگان عزیز، همراه شما عزیزان به قم میریم، شهر قم و یکی از شهروندان این شهر، جوان نازنینی از این شهر، حسین گرامی با من و شما هستند. سلام به شما. سلام بر آقای چالنگی عزیز و همکاران پشت صحنه‌تون که بسیارم مهربان هستند. تبریک میگم به شما و کلن تلویزیون ایران فردا. و این چیزی که میخوام از شما بگم، شما و همکارانتون فروتنانه این نکته رو به ما یاد دادید که مهم نیست داخل خاک باشیم یا خارج از خاک، مهم اینه که آبروی اون خاک رو میخریم. در خدمتتون هست. سپاس از شما، سپاس از محبت شما. اون چی که هست، تلاشی هست در مسیر بازتاب سخن و حرف شما جوانان عزیز در ایران. با امیدواریم از نظر شما جزو کسانی باشیم که برای ایران تونسته باشن گامی برد. با سپاس از شما. و ما از شما میشنویم، نگاه شما رو از شهر قم به آنچه که در آبان ماه روی داد. آبان ماه یک نقطه عطفی بود به نسبت اعتراض های قبلی و اتحاد بیشتر مردم. اگر دقت کنید قشرهای بیشتری در آبان ماه اعتراض خودشون رو گفتن و بنزین رو نمیدونم، همه اینها یک مثل کبریت بود، یعنی دیگه من دیگه نمیتونم، یعنی چون افراد متفاوتن، آستانه تحملشون فرق داره، اینها همگی با هم باید جمع بشه، با هم به یک نقطه برسه که احساس کنن دیگه این نظام شرم و حیا رو دیگه خورد داده. به قول معروف اصلا آب و اینا هم هیچی نمیخواد، اینا خودشون رو تطهیر دونسته میدونن. آبان زیبا بود، خیلی از ناامیدی ها رو به امید از نظر من تبدیل کرد، از نظر منی که واقعا یک جورای مایوس شده بودم از مردم، ولی به ما امید داد. آره ما کشته دادیم، ولی به مردممونم امیدوار شدیم و فهمیدیم که به خودمون میتونیم اعتماد کنیم و لازم نیست منتظر کسی باشیم. و نظام هم ما رو امیدوارتر کرد با حرکتش، نشون داد که خیلی بیشتر از اون چیزی که ما تصور میکنیم از ما میترسه. خیلی بدیهی و واضح بود که ترس وحشتناکی از مردم دارن. این حرکتشون که اصلاً هیچ نکته عقلانی و منطقی توش نبود، دقیقاً این رو نشون داد که فقط از روی هیجان و ترس رفتار کردن. اصلاً فکر اینکه یک ساعت بعدش به تو قول میدم، فکر یک ساعت بعدش رو هم نکردن. همون جوری که در ادامه رفتارهای بقیهشون نشون میده همش از روی ترسه. وقتی آقای خامنه‌ای که من تصمیم گرفتم دیگه حتی در تلویزیون هم نمیخوام رعایت کنم، خامنه‌ای این نشون نده که ما مثلا از روی ترس داریم. آقای خامنه‌ای، نه خیرشون آقا هم نیست، شبه انسانه. چون نمیخوام بگم حیوان، ممکنه پس فردا سازمان حمایت از حیوانات اعتراض کنه چرا ایشون رو گفتی مثلا یک حیوان وحشی. نه ایشون حیوان هم نیست، یک شبه انسانه. میاد میگه که خونبهاشون رو میدیم یا همچین چیزایی. این نشون میده که نمیدونه اصلا چه جوابی باید بده. درسته؟ نمیدونه چه جوابی باید بده. هر دفعه داره یه چیزی میگه. یه بار میگه شورشی بودن، درسته؟ یه بار میاد میگه خونبهاشون. اگه شورشی بودن چرا خونبهای یک شورشی رو میخوای بدی؟ اگه از نظر تو حقش بوده که بمیره چرا میخوای خونبهاشو بدی؟ و همون ترسی که داره از این که
شخصیتش خراب بشه. مثلا شاید اومده شخصیتش رو درست کنه، چون دید دیگه اون دایره که همه داخلش هستن کسی گردن نگیره و مجبور شد دیگه مثلا خودش یه جوابی بده و از بقیه هم مایوس شد در این حرکت. ولی حسین گرامی همین امروز اومده و علی شمخانی رو مثل دبیر شورای امنیت حکومت رو فرستاده برای دلجویی از خانواده کشته شدگان در آبان ماه، که بسیاری بسیاری از خانواده ها حاضر به پذیرش نبودن و به نظر می رسید اونجایی هم که رفتن با تمهیداتی رفتن و در موردی هم به زور متوسل شدن یا تهدید و اینها در پشت پرده، و بسیاری از خانواده ها الان اعلام کردن حاضر به پذیرش و چون این دلجویی هایی نیستن. اینو چطور شما اینو در قوم چطوری دیده میشه؟ کسانی مثل شما که خود مردم هستید چطور به این موضوع رو نگاه میکنید؟ ریاکاریه یا واقعا چه هستید؟ دقیقا همونجوری که شما گفتید ریاکاریه. چون اگر کسی تو قوم زندگی کنه هیچی هم یاد نگیره، نکته های ظریف ریاکاری رو خوب یاد میگیره، چون اینجا شکم ریاست، نمیگم مغز ریاست چون مغزی در اینا نیست، اینجا شکم ریاست و ما خوب یاد گرفتیم ریاکاری یعنی چی. اینا هم برای این که بتونن اون هیجان نفرتی که در مردم به وجود اومده و همچنان کسانی که تلویزیون جمهوری اسلامی رو نگاه میکنن به وسیله اون، وگرنه اون از در خونه میاد بیرون اصلا یادش نیست خونه کی رفته، اصلا مهم نیست این که خونه واقعا کی رفته، براش مهم نیست. اینا میخوان یک ابزاری درست کنن بر تبلیغ خودشون که اون نفرت رو شاید بتونن مقداری ازش کم کنن. اون مردم ایران باید واقعیت رو پذیرفت، مردم هیجانی هستن. این که هر 8 سال یه بار به بالا پایین شدن قیمت دلار تعجب میکنن، معلومه هیجانی هن. آدم هیجانی هم فراموش میکنه هیجان رو، چون از زمان رفسنجانی این اتفاق داره میفته. یعنی نباید یکی بگه این عمدیه، هر 8 ساله بار داره این اتفاقات همش تکراریه، و اینکه مردم هم دقیقا همون تکرار رو تکرار میکنن باید اینکه هیجانی هن. این واقعیت رو باید بپذیریم. علتش هم اینه که بلوغ اجتماعی مردم ما به اون سطح که باید برسه نرسیده متاسفانه. خب این بلوغ اجتماعی از یک طرف هم این نکته هست که بی‌عدالتی، ظلم، گرسنگی، فقر، اون چی که در جامعه هست بلوغ اجتماعی، من دقیقا منظور شما رو بفهمم ممنون میشم، ولی دانش زیادی نمیخواد. حتی آدم میبینه جوونش بزرگ شده با هزاران مشکل و زحمت ولی آینده ای نداره، کار نداره، نگرانه بره خیابون مبادا کشته بشه، مبادا توسط گزمای حکومت بازداشت بشه، مبادا با هزار استراب روبرو هست، هم از دختر و پسر. این منظور یعنی بلوغ اجتماعی در چه مسیری منظور شما هست؟ بلوغ اجتماعی خب فاکتورهای زیادی داره. منظور من اینه که مردم یه مقداری هر لحظه که میخوان تصمیم بگیرن یه کاری بکنن تأمل بکنن، مرور بکنن و صرفا از روی هیجان یه کاری نکنن. منظور من از هیجان فقط خوشحالی و یا ناراحتی نیست، این غمی که بر اینا نشسته، خب این غمی که دقیقا اینا هدفمند انجام میشه، خب اینا با همون بیعدالتی، فقر اولین دستاورد فقر و بیعدالتی پولدار شدن قشر مرفه نیست، از دست دادن امید قشر نامرفه. و کسی هم که امیدشو از دست بده دیگه این اعتماد به خودش نداره که فکر کنه، این اعتماد به خودش نداره که نتیجه گیری که به دست میاره رو انجامش بده، چون ناامیده. یعنی هر اتفاقی میفته احساس میکنه نه من نه افراد شبیه من دستی درش نخواهند داشت.
ولی الان خود شما هم اشاره کردید که بله نکته بسیار بسیار مهمی است اشاره کردید. در این حال خود شما که نومید بودید اشاره کردید که امیدوار شدید. به نظر شما اونچه که در آبان ماه رخ داد گامی در جهت استحکام تحکیم بخشیدن به این اعتماد به نفس جمعی نیست که شما به درستی بهش اشاره کردید؟ دقیقا اون اولین، همیشه میگن اولین قدم سخت‌ترین قدمه. مهم اصلا مهم نیست چه نتیجه‌ای داشته باشه. توی روانشناسی هم همینو میگن، میگن شما وقتی هویتت رو از دست دادی، حالا هر اتفاقی افتاده مهم نیست، هویتت رو از دست دادی، الان هویتت رو ازت گرفتن، از دست ندادی، ازت گرفتن، مهم نیست نتیجه‌ای خیلی مثبت بگیری یا مثلا با یک حرکت انتظار داشته باشی یه اتفاق خاصی بیفته. مهم اینه که تو اولین حرکتتو بکنی و ببینی که من کردم و شد و با توجه به خواست خودم یک حرکتی رو به وجود آوردم. مردم ایران نباید انتظار داشته باشن که مثلا من بیام تو خیابون در جا اونا بترسن و در برن. این همچین چیزی که نیست. خب باید من یک بار برای اولین بار شروع کنم و ببینم میشه. الان تمام، مگه مردم اینا نمیبینن؟ تمام دنیا دارن در مورد اتفاق حرف میزنن، اصلا به نتیجهش کار نداریم. در مورد اتفاقی که شما مردم ایران انجامش دادید دارن حرف میزنن، این مهمترینه. یعنی من بفهمم من هستم، من میتونم. یعنی این اتفاق، شما رویدادهای آبان ماه رو به رغم کشته شدگان بسیاری که داشتید یک نقطه عطف میدونید در تحولات ایران رو به آینده؟ ببینید کشته شدن، میگم نمیشه عاطفه نداشت، درست اونا عاطفه ندارن، نمیتونیم از دیدگاه عاطفی بهش نگاه نکنیم، ما ناراحتیم. ولی اگر بخوایم فقط به این نکته نگاه کنیم، خب همونایی هم که خونشون ریخته شد خونشون پایمال میشه، چون اگه بخوایم فقط با این دید نگاه کنیم باید مایوس بشیم و نخوایم دیگه اون حرکت رو تکرار کنیم. و الان ما یک جوری پامونو گیر باید بدونیم دیگه این وسطه. اگه اون کسی که، برای اون کسایی میگم که احساس میکنن نباید مثلا دیگه این اتفاق رخ بده، دیگه پات گیره. تو شاید اون کسی که خونش ریخته شد به این جمع اعتماد کرده اومد بیرون، تنهایی که نرفته بود بیرون، درسته؟ اون جمع رو دیده بود و اون جمع اعتماد کرد و بهشون پیوست و خونش ریخته شد. اگه تو حالا صحنه رو خالی کنی به اون خیانت کردی. شاید اونم گفت من اگه میدونستم تو نمیخوای بیای منم نمیومدم. مگه ما فرقی با هم داریم؟ الان که دیگه نمیتونی پس بکشی و اصلا فکر جمع... نکنم کسی به پس کشیدن اصلا بخواد فکر کنه. یعنی الان اون روح جمعی منسجم و منسجمتر از حرکت‌ها و جنبش‌های پیشتر شما می‌بینید که به وجود اومده، چون اینه؟ دقیقاً چیزی که ببینید تو شهر قم، شهر تزویر و ریا، با اینکه جمعیت غالبش اینان، تعارف نداریم، یک جمعیت مفخوریان که هر روز تو شوخیامون جلوی مردم با خیلی پررویی رد میشن و مردم هر روز دارن نگاه میکنن که یک جمعیتی مفخورن و اینا دارن زحمت میشن اونا میخورن. این به یأس خیلی زیاد کن. اگر در این اتفاقات دیدید مردم قم کم رنگ تر بودن، به خاطر اینکه اون یأس مردم ایران هست تو قم بیشتره. همونجوری که میان مقایسه میکنن میگن لبنان و عراق و ایران چقدر سخت‌تره، همونجوری هم قم نسبت به بقیه شهرها سخت‌تره، چون انسجامی به خاطر وجود تعداد زیاد این مفخرا. مثلا یه قشرشون سپاهی هن، یه قشرشون هم آخوندن، اصلا تعارف نداریم، مفخرن، هیچ اصلا تعارف نداریم. مثلا رعایت ادب بکنیم اینا نیست، اینا مفخرن. تو این شهر عرضم این بود، تو این شهری که من نمی دیدم کسی صحبت کنه، الان راحت تو
محافل عمومی زیاد میرم میام، خیلی راحت دیگه تو تاکسی و تو خیابون میگن این نظام وحشی جوان ها رو کشت. حداقل اینو به زبون میارن. تفاوت قبل از آبان و بعد از آبان توی این شهر این بوده که راحت همه دیگه میگن این نظام وحشی جوانای مردم رو خیلی راحت اومد کشت. این اتفاق برای اینجا خیلی تو چشمه. و بعدم من مسلماً از راه دور نگاه میکنم، تشخیص درست یا کاملی میتونه نباشه. آخرین باری که من از قم گذر کردم باز بعد از انقلاب بود، دو سالی بعد از انقلاب در سر راه به اصفهان هم رفت و هم برگشت، با دوست نازنینی رفته بودم. باز همچنان احترام شهر قم به عنوان، حالا با هر اعتقاداتی که هر کسی داشت، محفوظ بود. هنوز کم و بیش به نظر می اومد احترامی هست یا هر چه، ولی به نظر می رسید اینطورم که شما میگین اون حرمت مذهبی که هیچ، نگاه مردم ایران به قوم کم و بیش شبیه نگاه شماست عموما، ولی به نظر می رسه در این حال، در این حال نسل جدیدی که در قوم هست، جوانان، همراهی و همسویی اکثریت با این ریاکاری و این خصوصیاتی که شما اشاره کردین ندارن در قوم. اینطوره؟ بیشتر جوانای قوم چون محل بروز ندارن. ببینید یک چیزی بهتون بگم، اینجا شهریه که میاد به کافه ها میگه حق ندارید کتاب فلسفی و فکر کردنی تو کافه بذارید، رمان عاشقانه بذارید. نمیدونم شهرهای دیگه در این حد میان اجبار میکنن، یعنی فکر نکنن، افراد فکر نکنن. اماکن میاد تک تک به کافه ها میگه کتاب فلسفی و چیزی که فکر کردنیه نذارید تو کافه، فقط رمان یا عاشقان یا کلا کتاب نذارید. یعنی در این حد اینا حواسشون هست به این چیزا. وقت تو این شهر خب ببینید، یعنی من حق ندارم حتی کتاب بخونم، یعنی میخوام دو ساعت برم خب فرق ندارم کتاب فکر کردن اون رمان عاشقانه رو. خب از اینا میشه برداشت کرد این جوان در چه شرایطیه مجبور هر کاری میکنه زیر یک لایه و قشری انجام بده، شاید دیده نشه ولی شاید بعدها در نظام بعدی، در نظام بعدی با همین قاطعیت میگم در حکومت بعدی شاید دیده بشه که از این شهر افراد متفکر بیشتری برخواستن، چون مثل خود من هیچ چیز دیگه ندارم، فقط به چی میتونم بپردازم، مثل تنها چیزی که میتونم با خودم رو باش سرگرم کنم مطالعه کنم. نکنید من در خانواده بزرگ شدم که حتی با نزدیکترین فامیل حق نداشتیم از کودکی رفت آمد داشته باشیم. یعنی معیار رفت آمد این بود که آیا خامنه ای رو قبول دارن یا نه. من از همون کودکی یک زندانی سیاسی به تمام معنا بودم، یعنی با نزدیکترین فامیل هم حق معاشرت نداشتم. اگر هم اینا رو که میگم مال کودکی ها، یعنی من 3 ساله قبل از اینکه عاطفه رو یاد بگیرم باید میفهمیدم خامنه ای کیه و دشمنش مثلا کیه یا مخالفش کیه. چون وقتی من میخوام برم تفریح کنم کودکی، میخوام حداقلش اینه که برم خونه فامیل، درسته؟ وقتی مانع من میشن، من خب برام این زجرآوره، چون دارم دقیقاً صحنه ای که جلوی من بود این بود، من پشت یک میله هایم و افراد اون ور میله، ببین اصلا اقتصاد و تجاری اینا اصلا مهم نبودا، دارم میبینم اون ور میله دارن مردم تفریح میکنن، حالا به هر شکلی که اون موقع مسموم بوده دارن لذت میبرن و من این ور میله تنها نشستم. چرا؟ باید اینکه اونها خامنه قبول ندارن و پدر من خامنه ای رو قبول داره و نباید مثلا آبروش بره که بچه 3 سالش با یه خانواده که داداششه. اینا در ذهن خودشون میگذره، ببینید اینا اصلا چیزی نیست که بروز واقعی داشته باشه، یعنی تصویر واقعی داشته، اینا در ذهن افرادی که شستشوی مغزی داده شدن میگذره. خب بیشتر هم در کسانی بوده که تا 10 سال پیشش رعیت بودن،
یا مثلا در شکل رعیت بودن بیشتر، یعنی هویتی نداره، الان داره با این شکل به خودش هویت میبخشه و لذت میبره ازش و فشارش رو هم بر تمام فرزند زن و بچه‌ش میذاره که شما هم باید به همین شکل باشید، چون آقا این شکلی داره هویت کسب میکنه. حالا کار ندارم، من بس. که از کودکی قبل از اینکه عاطفه رو یاد بگیرم دارم با این صحنه ها مواجه میشم، کی خودیه کی غیر خودیه. یعنی و بعد این ادامه داره، این حسین عزیز، این شیوه نظارت بر رفتار و رفت آمد شما و ارتباطات شما باز هم ادامه داره در نوجوانی و جوانی؟ ادامه داره ولی شکلش خب عوض شده یقینا دیگه. اون کتک و اون نکنید، من مثلا اگر اون موقع میرفتم، اگر میرفتم خیلی چیزای مسخره ای هم بوده، خب الان اکه الان نیست. مثلا نماد این که اونا خامنه‌ای قبول ندارن، از اونایی که اهل اون دوران بیدن همونجوری که آسیب دق نداشتن بپوشن و غیره غیره، نماد این که اون خامنه‌ای قبول نداریم بود که هایده گوش میده. خب یعنی این چیزای خیلی مسخره و الان خب شکلش عوض شده. الان یک جورایی من فقط باید بتونم تنش رو کم کنم، با اینکه اعصاب ها دیگه نمیکشه، مجبورم الان بیام کم دیواری بشینم، خب خودم رو محبوس بکنم که صدا مبادا بره به اونها برسه. همین الانه که با ما صحبت میکنی؟ همین الانه که با شما دارم صحبت میکنم، تو کم دیواری نشستم. خب هدف از این بفرمایید. و هدف از این نوع در کره شمالی هم همینه، در کره شمالی هم همینه، کودکان رو در 3 سالگی عادت میدن که با آوردن اسم رهبر کره شمالی هورا بکشن. در گذشت این اقدامات شبیه شیوه کره شمالی هست در واقع، ولی هدف چی هست؟ هدف اینه که از شما مثلا، چون سیستم، چون شیوهی، از شما پاسداری ساخته بشه، بسیجی ساخته بشه که به راحتی همونطور که اشاره کردید فارغ از عاطفه باشه و بتونه انسان دیگری رو بکشه، به راحتی گلوله بشه، سر و تن جوانان شلیک کنه. هدف اینه چی هست؟ اینایی که این کارا رو میکنن چنین بودن و شما چرا نکردید؟ شاید تصویر من در ذهن پدرم مثلا اون چیزی که در گذشته بود، گذشته بود این نبوده، یعنی دقیقاً بیاد به این برسه که من یکی بکشم، ولی نتیجهش دقیقاً همینه که شما فرمودید. اون کلیپی که اگه دوستانتون میتونن اینو نشون بدن، اون کلیپی که جدیداً اومده و یه نفر داره میونه اینا که این کلاهای ضد شورش رو دارن و داره داخلشون میچرخه و نکنید اینا واقعیت رو باید بپذیریم، اینا ایرانی هن. اینا ایرانی هن و درونشون هم اصلا شما حس نمی کنید که اینا ناراحتن، ترس دارن، یه جوری انگار دارن میرن مهمونی، انگار خوشحالن دور هم دیگه جمع شدن و میخوان بعدش برن. خیلی راحت میگه میخوان بریم چلوشی ها رو بزنیم. خب اینا کیا هن؟ اینا، این خیلی مهمه، اینا و امثال اینا که در تمام دنیا تروریست شناخته میشن، اینا کسانی هن که از همون کودکی در شرایط بد رشد کردن و قبل از این که عاطفه رو یاد بگیرن خودی و غیر خودی رو شناختن. اینا هی بزرگ میشن، بزرگ میشن، اینا همون اول اینطوری نمیشن و چیزی هم یاد نمیگیره. ناکنید این شرایط چی به شما، یعنی شما چی دستگیرت میشه از این شرایط، از کودکی؟ خب شما چه مهارتایی کسب میکنی؟ هیچ مهارتی. تنها مهارتی که داری اینه که سریع به فرد بگی تو خودی هستی یا غیر خودی هستی، فقط همین. میای تو جامعه یعنی مدرسه و اینها، هی ترد میشی، یا این انگو بهت میچسبونن که تو بچه شیخی، نمیدونم، یا مثلا اینجور چیزا. خب هی از جامعه تو دوست داری بری تو جامعه، ولی جامعه خب همه که چیز نیستن، که بالغ نیستن که بخوان رفتار درست نشون بدن. تو همین مام، تو همین جامعه میگه برمیگردن هی تردت میکنن. در کل شما ترد شده میشی و در آخر میبینی یک جایی هست که تو بتونی واردش بشی و تو رو تحویل بگیرن، بتونی احساس نکنی که
اصلا کسی نیستی، چون این واقعا زجرآوره برای یک انسان، زجرآوره که دائما احساس کنه کسی نیست و هیچ نتیجه ای نداره. مجبوره بره پایگاه، بره پایگاه بسیج. نکنید اگر دقت کنید افرادی که اینو نمیخوام اصلا توهین تلقی نکنید، خب افرادی که اینو من به چشمم دیدم، خیلی هم دیدم، مثالاشو هم الان دونه دونه ای خواستید میگم، افرادی که وارد حوزه های علمیه بسیج و ارگان های شبیه اینا میشن، افرادی هستن که در کودکی یک شرایط شبیه اینو گذارنه و عقده دارن، عقده دارن از اجتماع، اجتماع تردشون کرده. چرا؟ چون در یک محیط شبیه این بزرگ شدن و احساس میکنن واقعیت اینه. نکنید شاید من بیام بگم من الان فهمیدم، ولی با زجر زیاد اینو فهمیدم، با خیلی زجر. آیا هر کسی به خودش من اینه که شما میفرمایید، آیا واقعا علتش اینه یا تعلیمات ایدئولوژیک هم هست؟ یعنی شستشوی مغزی از همون سنین کودکی، خیلی از این افرادی که این سمت ها رو دارن یا آدم کشتن، آدم نگاه میکنه مثلا چندان ترد نشده بودن از اجتماع، ولی تأیید میکنن حداقل آدم کشی ها رو، و جد از اینکه دست دارن مستقیم در این کارها. خود آقای محمد جواد ظریف، ایشون وزیر خارجه این نظام هست، اینجا در آمریکا درس میخونده، معصومه ابتکار، همه اینها اجتماع نه تنها تردشون نکرد، بلکه آقای ظریف گفته میشه حتی بورسیه بنیاد پهلوی بوده و در اینجا در آمریکا درس میخونه، برگشتن. ولی منکر همه چیز هستن که زندانی سیاسی در اینجا ما نداریم و تاییدم میکنن، به زیارت آرامگاه عماد مقنیه میره، تروریست معروف و بقیه کارها. و به هر حال خود همین شیخ پرزیدنت دکتر حجت الاسلام حسن روحانی آمد و گفت باید اینا رو دار بزنیم، بیاریم در اماکن عمومی دار بزنیم، کسانی که مخالف حکومت هستن. و بعد آخر این، من متاسفم شما در کمد هستید و ما واقعا سرنوشت جوانان ایران این نبود. شما چه شد که نرفتید به این راه؟ بفرمایید. این نیست که بگم من اصلا تجربه نکردم. چرا؟ من هم این محیط ها رو تجربه کردم. من این که تازه وارد بلوغ شده بودم، به طبع اون سن و سالم دوست داشتم کنار افراد باشم. تا قبل از اون آره کودک بودم و مجبور بودم بپذیرم که هر جور که اینا میخوان با من رفتار کنن، یعنی تو خونه. من واقعا حتی در رو من میبستن، ببینید بعضی موقعی که میخواستن کنترل کنن در رو راحت میبندن میرن. خب برای این افراد خیلی راحته بگن زندانی سیاسی ندارن، چون اینا با فرزندانشون این کارو میکنن دیگه، غریبه که چی معلومه میگه زندانی سیاسی ندارن. بعد من هم رفتم. خب ولی بعضی موقع ها یک اون عاطفه، همون عاطفه که باهاتون صحبت کردم، عاطفه اگر درست، شاید، من اصلا نمیگم من شاید اگر من هم داره یک سری فاکتورها نبودم، من هم میشدم همینا. ولی عاطفه میاد بعضی موقع دیگه جلوی شما رو میگیره، اون مهربانی، اون انسانیت. اگر تو وجودت انسانیت نباشه هیچ تعارفی نداریم. من و شما هم میتونیم بدون انسانیت بشیم یک قاتل. یعنی موفق نشدن این انسانیت و عاطفه رو در شما بکشن، چون اینه. آره متاسفانه از دید اونا و خوشبختانه از دید ما همچنان هم تصف میخورن. یعنی آرزوی همچین افرادی مثل پدر من اینه که منو هرگز نبینه دیگه، چون باعث سر. بعد خیلی جالبه ازش میپرسم، میگم از نظر شما من چه نکته های منفی دارم؟ بشمار من بدونم. هیچ نکته منفی پیدا نمی کنه. بگیم بگه همین که تو قلبن، چون من بیان نمی کنم مثلا دیگه، چون قلبن میگه عقیده من قبول نداری، از نظر من تو هیچی نیستی. خب بعد میخواستم اینو بگم جدا کنید. بعد از اون بذارید این بحث عاطفه رو تموم کنم. نمیشه در جامعه این، نمیشه در جامعه اونم مثل ایران. خب دقیقا اینا بیان اگر میتونستن 100% میکردن و تمام
تلاششون اینه. نمیتونن بیان دیگه به یه کار کنن دیگه. مادرت، شما از مادرت عاطفه رو دیدی، درسته؟ دیگه نمیتونن بیان مانع این بشن که مادرت عاطفه رو یادت نده. هرچنگای عاطفه رو از مادرت دیدی. و کسانی که عاطفه رو مقداری یاد گرفته باشن به یک مرزایی برسن، اون عاطفه و انسانیت دستشون رو میگیره و میگه دیگه اینجا دیگه نه. خب تا اینجا خودتو میخواستی نشون بدی، اب نداره، ولی از این به بعد بیا دیگه این بر. و دیگه وجدانش، یهو وجدانش بیدار میشه. میدونید یه لحظه دیدگاهتون عوض میکنه، در یک لحظه ما متوجه میشید اصلا جایی هستی که باورشو نمیکرد. خودخواهی محضه. اگر وقت باشه این بیایم بگیم که از چرا دقیقا زندگی خود خامنه‌ای بر من که مثل دقیقا انگار که دوربر خودم بزرگ شده خامنه‌ای. شما ایشون رو دیدید تا حالا؟ یعنی در گذشته آقای خامنه‌ای رو دیده بودی؟ یک بار از نزدیک که نه، از همون رو حسینیه دیدمش، اون دورانی که همون دورانی که عرض میکنم این جوه بزمخواب کله خری که در انسان به وجود میاد به خاطر همون شرایط، پا درش گذاشته بودم. ولی همون عاطفه که میگم وقتی چشمت باز میشه برمیگردی. آره از خیلی دور دیدم. نکته رو میخواستید بگید به طور کوتاه بفهمید، چون سوالای ما بسیار هست و ما باز متاسفیم. شما در کمد یک گفته خود حسین عزیز از کودکی در زندان و الان برای اینکه این حکومته، درست کاری که هیتلر هم به نحوی کرد و حکومت‌های کمونیستی و در کره شمالی رایج‌تر همچون جمهوری اسلامی. جوان ایرانی برای گفتگو با رسانه‌ای در دنیای آزاد ناچار هست در خانه، در کمد خانه جا بگیره، مخفی بشه، صداش به جایی نرسه. این فاصله ایست که حکومت فقیه در ایران به وجود آورد. نکات بسیار مهمی رو اشاره کردن، کشتن عاطفه به جایی رسوندن که حتی پدرانی بودن در همین حکومت و هستن که فرزندان خودشون رو به کشتن دادن و روانه جوخه‌های اعدام کردن، محمدی گیلان و هستن کسان دیگری مانه. نکته بود میخواستید شما بفرمایید حسین؟ اون نکته این بود که خواهش میکنم باید شما، چون مثال زدید آقای ظریف و اینا رو، باید جدا کنید افرادی رو که از این موضوع دارن سوء استفاده میکنن و افرادی که ابزار هستن. نه. خب این افراد دارن سوء استفاده میکنن از این عقده ها، از این کمبودها، و میارنش تبدیلش میکنن هر جو که هرچی نیاز داشته باشن، تبدیل میکنن به جانی، تبدیل میکنن به هرچی که دوست داشته باشن. اینا دارن سوء استفاده میکنن و اینا رو باید از هم جدا کنیم و مردم ایران باید دقیقا این نکته رو بدونن. همراه با حسین عزیز خواهیم بود که از درون کمد دیواری در قم در با ما صحبت میکنن با تفسیر خبر. با شما عزیزان در هر کجای که هستی، سرنوشت جوانان ایران این نبود که به اینجا برسه و قطعا چنین نخواهد بود. سرنوشت جوانان ایران برخورداری از تمام موهبت‌های میهن خود، برخورداری از آزادی بیان، آزادی کلام و آینده روشن هست. بیابان ماه باز می‌گردیم و گوشه ای از ایران و آنچه که جوانان ایران در بیابان ماه فریاد زدند. همراه شما خواهیم بود در ادامه با حسین عزیز از قم تا لحظات دیگر.
حسین عزیز، شما اشاره کردید که نقطه عطفی میبینید انسجام بیشتری هست در مردم به وجود اومده، رسیدن به مرحله ای که شما جوان ارجمند و گرامی ایران، اگر دلسرد بودید، اگر نومید بودید، امیدوار شدید به آینده ایران و قطعاً چنینه و چون جامعه‌ای به نظر شما قادر نیست رهبری خودش رو هم به وجود بیاره در گام‌های بعدی و این مسیر رو با توجه به واقعیت‌هایی که اطرافتون می‌بینید چه منظر و منظره‌ای در برابر خودتون می‌بینید؟ ببینید آقای چالنگی، باید اول یه نکته خارج از همه چی بهش فکر کنیم. کسی که به دنبال رهبر میگردد آیا میخواهد مسئولیت وظیفه خودش رو به گردن اون بندازه؟ اول چرا دنبال رهبر میگردی؟ یا اینه یا اینکه نه، من وارد یه مسیری شدم، به یه سراحی رسیدم، میخوام این مسلمه که من میخوام حرکت کنم. تا اینجاش مسیر یه دونه بود، معلوم بود و من حرکت کردم، وسط راه مثلا به یه سراحی رسیدم، اینجا نیاز به رهبری دارم. این که من قبل از این که بلندشم و حرکت کنم هی بگم رهبری، شاید این به خاطر اینی که من یا میترسم یا میخوام مسئولیتمو بندازم گردنش که هر اتفاقی افتاد بگم تو کردی. آیا مردم ایران شما میترسید از اینکه مسئولیتتون رو بپذیرید که دنبال رهبر هستید؟ ببینید الان فرض اصلا من مثلا رهبر هر کسی، من باید اول ببینم شما بلند شدید، من بیام وسط هی بیام دونه دونه وقت بذارم بیام پاشو؟ من زمانی اعلام حضور میکنم که ببینم همه تو خیابونن، اون موقع میام جهتش میدم، میام تو این سراحی از کدوم برید. وقتی که شما هنوز بلند نشدید برفرض، خب من بیام چی بگم؟ از کجا مطمئن بشم که تو میخوای به حرف من گوش بدی؟ یک قدر مسلم اینجا وجود داره که هر رهبری بیاد حتما میگه باید بلند شی و جمهوری اسلامی سرنگون کنی. هر رهبری بیاد، شما به خاطر شرایط حاضر میگید رهبر دیگه، درسته؟ و برای شرایط حاضر راه حل اینه که بلند شی و جمهوری اسلامی سرنگون کنی. این دیگه رهبر میخواد؟ درسته من برای تعیین سرنوشت آیندهش به رهبر نیاز دارم چون دانششو ندارم، ولی اینکه باید بلند شم و خودم رو ثابت کنم، این نه رهبر نمیخواد. هر رهبری بیاد قطعا همینو خواهد گفت. و شما در صحبتاتون حسین گرامی در درون کمد، باز هم متاسفیم، اشاره کردید به نظام آینده ایران، نظام پس از جمهوری اسلامی. این نظام برای شما چگونه نظامی هست؟ چگونه نظامی مطلوب شما هست به عنوان یک جوان ایرانی؟ از نظر شخص خود بنده اینجور چیزا باید با توجه به شرایط حاضر در موردش تصمیم گرفته بشه، درسته؟ مثل اینکه در حدوداً 100 سال پیش جمعیت ایران به خاطر ظلم متفقین نصف شد، درسته؟ تصمیم گیری برای اون مردمی که موندن که چیز نبودن، سرحال نبودن، که یا باید میمردن یا باید زنده. اون کسی بود که نمرده بود، تصمیم گیری برای اون فرد، خب درسته فرق داره. برای الان ایران هم یک چیزی شبیه اون موقع است. یعنی نمیشه ما فقط روی کاغذ فکر کنیم بگیم باید همچین نظامی تعیین کنیم. باید افرادی که میان در این مورد فکر میکنن شرایط رو دقیق بسنجن و این افرادی که در داخل ایران این حکومت رو قراره جلو ببرن، اولین چیزی که میگم باید به مردم یاد بدن باید هم تک افراد مسئول خواهند بود ادامه دار، نه اینکه من بیام نظام رو یعنی جمهوری اسلامی سرنگون کنم بعد برم خونم بشینم. در هر نظامی بیاد در نهایت میشه اگر مردم اینجوری رفتار کنن هر نظامی تبدیل به دیکتاتوری میشه.
باید مردم ایران مسئولیت رو نگه دارن. یعنی دائمی 24 ساعته تو باید مسئولیت تو بپذیری به عنوان ناظر، نه اینکه فکر کنن مردم ایران یک نظامی بیارن بنشونن اونجا، خب مثلا مقداری شاید مثلا 10% حق بدم چون خسته، ولی نه، شما باید دائما ناظر حکومتت باشی، هر حکومتی بیاد. من قدر مسلم دیکتاتوری که نمیخوای، خب و شخص نظر شخص من، اگرم شما یک هویتی ما داریم به نسبت بقیه جاهایی که اون هویت رو دوست داریم، یعنی چندین هزار سال تاریخ و فرهنگ و دوست داشته باشیم به خاطر همون مسائل عاطفی یا هر چیزی که هویت ماست اونو داشته باشیم، شاید یک نشانی از پادشاهی داشته باشیم. حالا اینو خود مردم باید تصمیم بگیرن، ولی هرچی بیاد اولین نکته درونش اینه که مردم همیشه باید ناظر باشن، اینو بدونن، نه اینکه مثلا یکی بنشونه اونجا برن خونه‌شون بشن آقا تو کارا رو بکن ما هم بریم مثلا دنبال کار خودمون. نخیر، شما باید همیشه ناظر باشی و همیشه در صحنه باشی، همیشه همیشه. این تنها راه حل هر حکومتی، هر شکلی میخوان داشته باشن، باید اینو یاد بگیرن مردم ما. اولین چیزی که به نظر من با توجه به اون بلوغی که گفتم باید مردم ما یاد بگیرن که نقش سیاسی و اجتماعیشون رو بازی کنن، هر فردی و تأثیرگذار هم هست. بله، یعنی و یاد بگیرن و در واقع شرایطی رو هم بتونن فراهم کنن که بتونن نقششون رو عمل کنن، فارغ از 5 دقیقه در تاریخ معاصر زنده باد مرده باد ها. دقیقاً همینه، یعنی این نیست که من رأی رو بذارم و برم. بله، و کمتر از 1 دقیقه وقت داریم و در الان مردم به چنین مرحله‌ای، باز از دید شما از درون کمد وقتی با ما صحبت میکنید، به چنین مرحله‌ای رسیدن که فقط تنها منتظر ایجاد شرایط هستن که بتونن نقش خودشون رو عمل کنن. چنین به نظر میرسه نیست؟ از نظر من این رو فهمیدن که میتونن مؤثر باشن. یعنی یک جامعه مایوس نکنید، چون وقتی هر دفعه میرید الان دیگه مردم ایران فهمیدن سگ زد برادر شغاله، اینا خوب دیگه الان فهمیدن و تکرار نخواهند کرد. خاتمی میخواد بیاد، هر کی میخواد بیاد. سپاس بسیار داریم و امیدواریم پخش صدای شما مشکلی براتون ایجاد نکنه. یعنی امیدوار هستم ولی ناراحت نیست. سپاس بسیار داریم از شما، سپاس بسیار داریم و به امید دیدار و شنیدن صدای شما در شماره‌های آینده تفسیر خبر سپاسگزار هستیم. از طرف همکارانم ابراز لطفی که در آغاز داشتید، از طرف همکارانم نیز سپاس دارم و متشکرم. حسین عزیز در قم، سرنوشت جوانان ایران این نبود. سرنوشت جوانان ایران این بود که در سالی این چنین با بهره‌مندی از موهبت‌های مملکت خودشون بر پشت بام جهان باشند، نه در مخفیگاه‌های حتی در خانه خود. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دنا، درا، کلوند، کوزگرس، تفتان، بینالود و درفک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.